درود به همه دوستان عزیز. یه نکته جالبی که من اینجا تو اسپانیا متوجه شدم، اونم زمانی بود که پسر خودم به دنیا اومد، این که مدل اسمگذاری اسپانیایی ها یا کلن کشورهای اسپانیایی زبان چطوریه. معمولا میبینیم که اینا دو تا فامیلی دارن و فامیلی اول فامیلی خانوادگی پدریشونه، فامیلی دوم فامیلی خانوادگی مادریشونه. یعنی مثلا اگه شما پدری اسمش باشه فرهاد کاویانی و اسم مادر مثلا باشه مریم صبوری، اسم بچه‌ای که به دنیا میاد برفرض مثلا بذارم بابک، میشه بابک کاویانی صبوری. یعنی هر دوتا نام خانوادگی، هم مادری و هم پدری رو توی نام فامیلیش به ارث میبره و همینطور بچه های دیگه. این برای من خیلی جالب بود، چون که کشورهایی که هنوز خیلی هم در واقع ادعای برابری زن و مرد و نمیدونم این چیزا دارن، مثلا خود بریتانیا هنوز هم که هنوزه، تا سالهای قبل که اصلا قانون بر این بوده که زن وقتی ازدواج میکرده باید فامیلی همسر رو میگرفته، که همین در واقع قانون رو به کشور مستعمرهشون مثل آمریکا و کانادا هم انتقال دادن. ولی الان هم که مثلا حالا تقریبا 50-60 سالی این قانون برداشته شده، ولی همچنان طبق آمار 90% زنان بریتانیایی و 70% زنان آمریکایی بعد از ازدواج نام خانوادگیشون رو به نام خانوادگی همسرشون تغییر میدن. ولی خب برای من جالب بود که تو اسپانیا حداقل این برابری حق مادر و پدر رو در حق فرزند حداقل با همین در حد همین نامگذاری شروع بکنی، بیاین پایین در همین حد رعایت میشه. و این نکته جالب بود که دوست داشتم براتون تعریف کنم. و این اتفاق همینجوری اتوماتیک میفته، یعنی شما همون به طور اتوماتیک بچه که تو بیمارستان در میاد به همین نام در واقع ثبت میشه، همون شکلی ثبت میشه و بعدم که حالا شناسنامه میگیرین، البته بعد از اینکه بچه 18 ساله شد حق این رو داره که تغییر بده، مثلا نام خانوادگی جدیدی بذاره یا اینکه مثلا نام خانوادگی مادرش اول باشه پدر دوم باشه، با اون تصمیم گیری با خودشه، ولی به صورت اتوماتیک در واقع به این صورت هستش. پاینده باشید، بدرود.